ایران باید دموکراسی آن اداره بشه، یه روزن نمیشه پیاده کردن این هم چند سال وقت من نصفه کنم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. شاید هیچ تاریخی تا این اندازه و با این عمق در حافظه تاریخی ملت ایران حک نشده باشه. 22 بهمن ماه، تاریخی که گره خورده با سرنوشت ایران معاصر. اما تاریخی در آستانه سالگرد شصتیم شاید در حافظه کمتر ایرانی به اندازه یک خانواده به خصوص حک شده باشه، خانواده پهلوی. 22 بهمن ماه 1357 برای محمد رضا شاه پهلوی و به تبع اون خانوادهش به معنای پایان 53 سال زندگی سلطنتی بود و البته برای ولیعهد دربار پهلوی به مفهوم از دست دادن تاج و تختی که بنا بود وارثش باشه. امروز در آستانه سالگرد انقلاب 57 ولیعهد اون روز میهمان ماست تا بیشتر بشنویم از روزهای پرالتهاب آخرین خانواده سلطنتی ایران. رضا پهلوی شاهزاده‌ای که از 18 سالگی در مهاجرتی ناخواسته باقی ماند تا در تبعید 3 دهه‌ای مبدل به یکی از چهره‌های سیاسی و فعالان ناراضی از حکومت ایران باشه. امروز در ساعت 6 می‌خوایم از اون چه بشنویم که در روزهای خشمگین ایران در خانواده پهلوی می‌گذشت. می‌خوایم از امروز اون شاهزاده جوان 57 بدونیم و از تعریفی که از سیاست و فعالیت سیاسی و نقش خودش در آینده ایران داره. 00420221122454 از همکنون باز به روی شما، به روی شما و پرسش هاتون. تکرار میکنم 00420221122454 شما تلفن مستقیم ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیلی که میتونید سوال هاتون رو برای ما بفرستید. سلام میکنم به شما آقای رضا پهلوی و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید. درود بر شما آقای بغراتی و با درود به همه همیهنان عزیزم در داخل کشور و در سرتاسر جهان. خب در آستانه سالگرد انقلاب هستید، میخوام ازتون درباره مفهوم یک تاریخ بپرسم. تاریخ 22 بهمن ماه برای شما چه مفهومی داره؟ یک عقبگرد تاریخی به جای یک پیشرفت. به همین سادگی و به همین کوتاهی، هیچ تعریف بیشتر از این نداره، تعریف شخصی تری. خب عملا اگه نگاه بکنیم کشور ما جلوتر رفته یا به عقب رفته؟ سوال بسیار ساده است در پاسخ دادنش. خب برای حالا بزنین یه جور دیگه ازتون بپرسم، میخوام بدونم این تاریخ 33 سال پیش برای یک شاهزاده جوان چه مفهومی میتونست داشته باشه؟ ببینید مسئله شاهزاده بودن یا نبودن نیست. من عضو یک نسلی هستم که در اصل میتونست امروز برای مملکتش خدمت بکنه، ولی اکنون یک نسل سوخته ایست که فقط میتونه به امید این باشه که نسل‌های بعدی نسوزن. و در اون روز شما اساساً میخوام بدونم که آقای رضا پهلوی چه فکری میکردید؟ میخوام از اون روزهای اول خروج از ایران، خروج پدر و مادرتون از ایران بدونم. از شما خودتون اون موقع اگر درست گفته باشم خارج از کشور تحصیل میکردید، اون روزها چه حس و حالی حاکم بود؟ مثلا میخوام بدونم که تو اون روزها فکر میکردید که این پایان قطعی حکومت اون روز باشه یا فکر میکردید که نه امکان داره که مقطعی باشه و بخواد برگرده دوباره به حالتی که پیش از اون بوده؟ ببینید من درست روز پس از فارغ التحصیل شدن از دوره راهنمایی، یعنی در واقع دوره دبیرستانی، عازم سفر بودم به آمریکا که 10 روز اولش رو در انگلیس سفری کردم و در راه یک دوره خلبانی در پایگاه ریس ایرفورس بیس در لابوک تکساس که در اصل در همون تابستون سال 57 بود که از آمریکا خارج شدم و 6 ماه بعد بود که در اصل پدر و مادرم ایران رو ترک کردن برای آخرین بار. و در اون زمان همطور که میدونید شاپور بختیار آخرین نخست وزیر
آن رژیم سر کار بود که البته شرایط در جهتی رفت که نهایتاً اون دولت سقوط کرد و طبیعتاً راه رو باز کرد برای بازگشت خمینی به ایران که بقیه شد که همه میدونیم. خب و توی اون روزها مثلا یعنی میخوام بدونم که بین فاصله فرض کنید که 26 دیماه تا 22 بهمن ماه که در واقع 26 دیماه محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی از ایران خارج شده بودند، پدر مادر شما صحبت عمده در خانواده شما چی بود؟ مثلا پدرتون یا مادرتون با شما صحبت میکردن، فکر میکردن که به زودی این ماجرا تموم میشه برمیگردن ایران، یا اینکه نه قبول کرده بودن که دوران این حکومت به پایان رسیده؟ در اون لحظه معلوم نبود، چون البته من زمان خیلی کوتاهی رو سپری کردم، چون در یک به اصطلاح بریک یا یک مقطعی که در برنامه به اصطلاح دور خلبانی بود به مدت حدود 10 روز یا 2 هفته از امریکا رفتم به مراکش، زمانی که پدرم تازه از مصر که فکر کنم 6 روز بیشتر در اسوان نبودن و بعد اومدن به مراکش پیششون بودم و حدود 10 روز بعد برگشتم به تکساس برای ادامه اون دوره. اون زمان همچنان دولت بختیار سر کار بود و در اون زمان خاص خاطرم نمیاد دقیقا که صحبتها چی بوده، بغیر از این که به حال مسئله داشت میگذشت و در اصل فقط خبرهای موضعی اون زمان بود که بررسی میشد. یک جنبه به اصطلاح عکس العمل با یک دید تاریخی با عواقبش اون زمان اونجا که یادم میاد مطرح نبود. نبوده. یعنی روز رو دنبال میکردیم. بله. مثلا یعنی پدرتون بعد از خروج از ایران هیچ تأسف یا افسوسی درباره احتمالا نحوه عمل کردش یا کارهایی که انجام شده بود نداشتن که با شما بخوان اون موقع صحبت کرده باشن در موردش؟ نه، در اون تاریخی که شما اشاره کردید خیر، و اونجا که یادم میاد بعد از اینکه چند ماهی گذشت البته اتفاق افتاد و فکر کنم اون زمان دیگه در مکسیک بودیم، آخرین کتابی که ایشون به عنوان پاسخ به تاریخ نهایتاً چاپ شد مشغول یه مقدار نگارش اون متون بودن و البته در اون حال وضعیت مزاجیشون خیلی بدتر شده بود. این پس از اون عمل اولین جراحی است که در نیویورک داشتن، البته همون زمانی بود که گروگان‌های سفارت امریکا گرفته شد و یک جنجال دیگری در اون زمان در سطح بین‌المللی مطرح بود و نهایتاً تنها باری که بعد از اینکه من در همون مدتی که در مکزیک بودم وارد اولین سال دانشگاه شده بودم در دانشگاه ویلیامز در ماساچوست، و باز میگم در بین اون دوره به اصطلاح زمستانی و بهاری مدت 2-3 هفته‌ای در تعطیلات سال نو مسیحی سال 1980 در جزیره کونتادورا در پاناما همراهشون بودم که بعد دیرتر که رسیدم به مصر که در اصل آخرین ماه‌های زندگیشون بود قبل از فوتشون، خب البته صحبت‌هایی داشتیم متأسفانه خیلی محدود و واقعا وضعیت مزاجیشون اجازه نمیداد که ما بخوایم در مورد ایران و اینا صحبت نمی‌شد، در مورد اتفاقات که افتاده یا اینکه چرا خودشون مثلا میگفتن فلان کارو نمی‌کردیم یا فلان کار نمی‌کردیم، مثلا یه همچین چیزایی یا همچین صحبتایی بینتون رد و بدل نمی‌شد؟ ببینید بیشتر اون زمان مسئله اعدام هایی که رژیم داشت میکرد از فرض کنید مسئولین دولت پیشین، حالا چه نظامی چه سیویل، اعدام خیلی ها من جمله هویدا، من جمله بعضی از افسرهایی که تو ارتش خدمت کرده بودن، خب مسلمن که در نگران اوضاع ایران بودند، همیشه هم بارها این خطر رو گفته بودن و تنها فکرمون بود که عاقبت مملکت چی میشه، و از این لحاظی من ته دلم خوشحال بودم که پدر من زودتر از بین رفتن و حمله عراق به ایران رو هیچ وقت ندیدن، چون میدونستم واقعا این چیزی بود که ایشون رو کاملا داغون میکرد. متشکرم از شما که همراه ما هستید امروز در برنامه ساعت ششم. تکرار میکنم دوستان 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفنی که به طور زنده و مستقیم همین الان میتونید باهاش تماس بگیرید و ارتباط داشته باشید با آقای رضا پهلوی، فرزند ارشد آخرین پادشاه ایران، و میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. از اون طریق هم میتونید سوالاتون رو برای ما و برای ایشون بفرستید. به صفحه فیسبوک ما هم، صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید در بحث ما شریک بشید. خب اگر موافق باشید اولین شنونده این برنامه رو بگیریم. الان مدتی هم هستش که پشت خط هستن چند تا از شنونده های ما. علی از بریتانیا روی خط ارتباطی با ما هست با 0402
21-12-24-54. علی عزیز سلام میکنم به شما. الو، با سلام و درود به آقای بهراتی بزرگ. درود بر شما و درود به شاهزاده ایران و درود به رضاخان کبیر و درود به محمد رضا شاه فقیر ایران. درود بر شما. حالا علی عزیز، از سلام و احوال پرسی اینها که بگذاریم، سوالتون، سوال مشخصی دارید شما برای برنامه؟ ولی یه سوالی داریم از شاهزاده ایران. فقط یه سوالی دارم، میخوام ببینم آقای شاهزاده رضاخان، فقط میخوام ببینم که آیا ایشون مردم الان هیچ هدفی رو ندارن، فقط میخوام ببینم ایشون چراغ سبزی نشون میدن به ملت ایران یا نه؟ یعنی چراغ سبز یعنی چی منظورتون؟ درست تر یعنی میخوام ببینم آیا یه چراغ سبزی نشون میده به ملت ایران که ملت ایران مثلا یکم دل خوش باشن. چراغ سبز یعنی چی دقیقا؟ یعنی که مردم مثلا انقلاب بکنن، یعنی به عنوان یه رهبر آینده. خب بسیار خوب، متشکرم از شما علی عزیز از بریتانیا، تشکر میکنم از شما. خب سال اولمون رو آقای رضا پهلوی شنیدیم. حالا اتفاقا من در ادامه من میخواستم یکم بیشتر بازم در مورد روسیه اول صحبت بکنیم، ولی خب سوال شنونده و مربوط به یعنی نگاه به آینده بودش. میخواستم ببینم که شما حالا در راستای همین سوالی که شنوندمون علی پرسید، میخواستم ببینم که شما خودتون رو الان بیشتر رضا پهلوی فعال سیاسی میدونید یا شاهزاده رضا پهلوی؟ آقای بهراتی جواب یا دوست و عزیزم بذارین ابتدا بدم من فکر میکنم که بلوغ سیاسی مردم ایران اکنون در مرحله باشه که اجازه یا شراکت به کسی رو محتاج باشن. ما باز بر مبنای یک باور جمعی و یک خرد جمعی به سوی آینده بریم که منافع مشترک کل ملت ایران در درجه اول قرار بگیره و وقتی که تضمین بکنیم در جامعه آینده ایران که حقوق هر شهروند ایرانی به شکل برابر رعایت خواهد شد، آن وقت در جستجوی خواستهای خاص فرسخوری حزبی یا عقیدتی خودمون باشیم در یک نظام دموکراتیک. واقعیت اکنون این هست که ما در شرایطی هستیم که نظامی که اکنون سر کار هست کوچکترین ارزشی به رأی مردم و خواست مردم نداره و هدف من و تنها رسالت من که بر خودم مشخص هست دو چیز هست: قبل از هر چیز رسیدن به حاکمیت صندوق رأی و در درجه دوم حفظ حاکمیت صندوق رأی، و غیر از این هیچ چیزی نخواهد بود. حالا چه به عنوان شهروند، چه به عنوان کسی که شاید مقام مهمتری در آینده داشته باشه که اونم به تصمیم مردم ایران واگذار میکنم. خب حالا سوال من این که شما در راستای این فعالیت سیاسی که میکنید، آیا تفکیکی اصلا بین این دوتا قائل هستید که رضا پهلوی فعال سیاسی یا شاهزاده رضا پهلوی اونم میتونه فعال سیاسی باشه؟ همچین تفکیکی برای خودتون قائل هستید شما؟ ببینید، من وقتی که به عنوان سرباز میهن که اسم من هست در وبسایت ها و در بلاگم و در اینترنت، به عنوان کسی که در درجه اول میخواد خدمتگزار مملکتش باشه، به هیچ نام و لقب دیگری فکر نمی کنم. من یک ایرانی هستم و یک وظیفه اخلاقی و وجدانی و دینی نسبت به وطنم دارم و تنها چیزی که انگیزه خدمت من هست اجازه و یا لقب یا نظر کسی دیگری نیست. این وظیفه ایرانی من هست که بهتر که بتوانم این کار رو به کمک سایر همیهنانم بکنم تا همه به آن چیزی که فکر میکنم نهایتاً خواست جامعه ماست بهش بتونیم حتی المقدور با هم برسیم و هماهنگ بکنیم، و غیر از این اصلا فکر چیز دیگری نیستم در حال حاضر. بنابراین این بحثای حاشیه‌ای که بعضی دوست دارن دائم به پیش بکشن که بنده بالاخره وظیفتم چی یا لقبم چی یا به چه اسمی خطاب بکنیم، به نظر من هیچ ربطی به موضوعیت کاری که باسی بهش فکر بکنیم نداره و من لااقل تو معطل این بحث و حرفا نیستم، به اصل قضیه فکر میکنم. من هر روز که میگذره به فکر نیستم که نسبت به من نظر چیست. من به فکر کسانی هستم که جونشون رو از دست دادن برای مملکت. من به فکر ژاله ثانی‌ها و محمد مختاری‌ها هستم. من به فکر ندا و سهراب‌ها هستم که برای مملکتشون جون دادن و من نمیخوام بیش از این جوانان کشورمون از بین برن و هرچی زودتر به خواسته دینه آزادیشون برسن. این تنها تفکر و تنها توجه من هست و نگاه من به داخل ایران و میلیون ها صداهای خفه شده که دستشون به هیچ جا بندی نیست، که شاید من بتونم به اینا کمکی بکنم که زودتر به آزادیشون برسن. و بعد
خب حالا در ادامه خیلی دوست دارم که ازتون بشنوم، فکر کنم سوال کلی از شنونده های ما هم باشه با توجه به ایمیل های خیلی زیادی که گرفتم، که اینکه چه راهکاری دارید برای مبارزه سیاسیتون و خودتون رو چطور در این مبارزه سیاسی و در آینده سیاسی ایران تعریف میکنید. اما این نکته که اشاره کردید الان، شما گفتید به عنوان یک فعال سیاسی، فعال مدافع دموکراسی و در واقع دموکراسی خواه فعالیت میکنید و نه به عنوان کسی که دنبال لقب هستید و نه به عنوان وارث تاج و تخت به عنوان مثال. اما ببینید، به هر حال در نگاه بسیاری فعالیت‌های سیاسی شما تعریف میشه در میراث خانوادگی خودتون و در واقع اگر راحت بخوام بهتون بگم، این فعالیت‌های سیاسی تا یه حد زیادی زیر سایه سنگین حکومت پهلوی قرار داره. حتی خیلی از طرفدارای شما، تعداد خیلی زیادیشون، خب با عنوان رضا شاه دوم از شما یاد میکنن و نه به عنوان رضا پهلوی فعال سیاسی یا حتی شاهزاده رضا پهلوی فعال سیاسی. شما اصلا تا این حد بهتون بگم که حتی روش خطاب کردن شما که همین الان خودتون هم بهش اشاره کردین، اونقدر آغشته به مفاهیم سیاسی و زیر سایه حکومت سلطنتی هستش که محل مناقشه است. مثلا اگر فرض کنید یک خبرنگار، من الان اگر که بخوام از اول برنامه شما رو شاهزاده رضا پهلوی همش خطاب بکنم، با اینکه پروتکل سیاسی هست، شما هم میدونید که شاهزاده هستید همونطوری که مثلا پرنس چارلز هم هستش، هیچ کس ایراد نمیگیره، ولی انقدر میگم که این فعالیت سیاسی شما گره خورده با سلطنت طلبی که اگر من الان بخوام اینطور خطاب بکنم میگن که آمپیانیوشا بغضتی سلطنت طلبه. میدونید، یعنی شما فکر میکنید که چطور از زیر سایه سنگین سلطنت طلبی شما میخواین خارج بشین؟ ببینید، من برخوردم از یک دید صرفا پراگماتیک این هستش که هر روایتی الزاما روایت صحیحی نیست. خب یه ده ممکنه یک روایتی از یک مسئله داشته باشم که بیشتر جنبه دماگوژی داشته باشه. تو حقیقت برها باز دارم میگم این وسط، این که ما در جستجوی حاکمیت صندوق رای و حق برگزاری انتخابات آزاد هستیم، اصلا چه ارتباطی داره به مسئله یک ساختار سیاسی، یک محتوای سیاسی یا یک لقبی که به یه نفر میدم که هر کسی میتونه به سلیقه خودش خطاب بکنه؟ مگه من به شما از حالا تکلیف روشن کردم که من رو چجوری خطاب بکنه؟ نه اصلا نمی‌دونم. اون برای خودتون هسته، از اون که میخوای خطاب بکنی. درسته. من برای کسی تعیین تکلیف نمی‌کنم. یک جمهوری خواه حق داره من رو به عنوان یک شهروند، به عنوان آقای پهلوی خطاب بکنه، به همون اندازه کسی که طرفدار نظام پادشاهی است و از دید اون شخص من وارث یک نظامی هستم و بخواد باید لقبی خطاب بکنه. من فقط سوالم این بود، ببخشید که سوالتون رو قطع کردم، من فقط دارم میگم این هستش که بنده انتظار هیچ نوع لقب یا مقامی نیستم. منم اصلا منظورم مقام و لقبی نیستم، من فقط در جستجوی یه چیزی در این مرحله هستم. حالا هر جور گونه که میخواد من رو خطاب بکنید یا در نظرتون باشه، من دارم هدفمو به شما بیان میکنم. ببینید، منم منظورم این نبود که ما به آزادی برسیم. من منظورم این بود که بعضی‌ها با شخص من مشکل داشته باشن. بسیار خوب، حالا آیا با هدفی که دارم مشکلی دارید؟ اگه با هدف مشکل دارید، هدف رو مورد نشونه بگیرید. ببینید، منم اصلا سوالم این نبودش که شما انتظار دارید چطور خطاب بشید. من سوالم این بود که شما به خاطر اینکه به هر حال ولیعهد ایران بودید در دوران حکومت پدرتون، مفهوم شاهزاده از اون مفهوم درست سیاسیش که همه جای دنیا استفاده میشه خارج شده. حتی دارم میگم که من الان اصلا صحبتم سر حتی این اسم نیست، من دارم میگم فعالیت سیاسی شما چه خودتون بخواید چه نخواید زیر سایه سلطنت طلبی هست و این برخلاف اون ائتلاف سیاسی که شما ازش دفاع میکنید و بهش اعتقاد دارید حرکت میکنه. میدونید چه میگم؟ منظورم اینه که شما خودتون برای اینکه بخواید به یک ائتلاف طرفدار دموکراسی نزدیک بشید، قاعدتا فکر میکنم که باید گروه های مختلف رو جذب بکنید، در حالی که این گروه های مختلف خیلی هاشون به خاطر همین سایه سلطنت طلبی احتمال داره که فاصله بگیرن از شما. من میگم شما چطور این فاصله رو میخواین کم کنید؟ اولا من معتقدم که در این راستا خیلی چیزاست رو شاید بسیاری از همیهنان ندانم. ببینید، من امروز با نسلی سر و کار دارم و از نزدیکتر باشون کار میکنم که نسلهای آینده مملکت رو معرف هستند و در واقع مملکت رو بهت خواهم برد. اکثر جوانای امروز که همه این مراحل اخیر رو طی کردن، امروز با من از نزدیک همکاری میکنن. تعداد بیشتر افرادی که در این سنین هستن که از نزدیک با من کار میکنن، اکثرشون اتفاقا جمهوری خواه هستن. اصلا مسئله براشون جمهوری یا پادشاهی نیست و مشکلی در کار کردن با رضا پهلوی اصلا ندارن.
و واقعیت حقیقی این هست و این رو میتونید جستجو بکنید چه در فضای مجازی چه از کسانی که به صورت ملموس میتونید باشون صحبت بکنید. این گیرها و این انگها و این کمپلکس ها در نزد بعضی ها هستن که یه اشکال شاید چطور بگم بهتون یک نوع منتالیته یا یک نوع به هر حال ذهنیتی است که به نظر من یه ذهنیت غیر منطبق بر اون درجه از واقع بینی و فکر بازیست که من در نسل کنونی خیلی بیشتر سراغ دارم. حالا این تقصیر من نیست که به عنوان فرزند یک پادشاهی زاده شدم، این یک فکت تاریخی است که بخوام چه نخوام، این که من اصلا مورد بحث نیست. موضوع این هستش که من از شخص من میپرسید که تو اینجا چی میگی و نظرت چیه. من نظرمو بارها و بارها به شکل بسیار شفاف بیان کردم. رسالت که برای خودم امروز میبینم در صحنه رو بارها و بارها با همیهنانم در میون گذاشتم. در کم در اندازه لااقل 3 تا کتاب مشخص، انواع اقسام مصاحبه ها، سخنرانی ها در طول تمام این سال ها حرف ها مزدم. موضوعی من به فکر خیلی شفاف نسبت به این نظام مشخصه. آلترناتیوی که جستجو می کنم رو کاملا مشخص کردم. هیچ شرط و شروطی برای فرم نهاییش اشاره نکردم. من محتوای نظام رو در نظر میگیرم و دعوت میکنم تمام هممیهنانم رو از گرایش‌های مختلف که اگه در یک مجموعه‌ای که همه هم نظر هستن یک پروژه مشترک رو به پیش ببریم، صرف نظر از عقاید و یا اعتقادات فرض بفرمایید ایدئولوژیکشون یا دیگر. و اتفاقا با خیلی از این جریانات مختلف روزانه سر و کار دارم، باشون صحبت میکنم، باشون همکاری میکنم و داریم به پیش میریم. خب بعضیا میتونن وارد این گردونه بشن، بعضی هم شاید انتخاب بکنن که نشن. اصلا موضوع من نیستم، موضوع هدف هم. اگه یه دفعه کنم که موضوع ایران بایستی موضوعیت دادن به شخص رضا پهلوی باشه، به نظر من خطا میکنن، حالا چه مشروط خواه باشن چه جمهوری خواه. موضوع ما آزادی، موضوع ما دموکراسی. خب اگر موافق هستی برگزاری انتخابات آزاده. متشکرم از شما و توضیحاتتون. اینطور خودم رو بیان و تعریف میکنم. متشکرم از توضیحاتتون. اگر موافق هستید بریم یه چند تا از شنونده هامون رو بگیریم و سوال هاشون رو بشنویم، برگردیم بریم این بحث رو پی بگیریم. بابک روی خط ارتباطی رادیو فردا هست با 0042-02-21-12-24-54. سلام میکنم به شما بابک عزیز. سلام میکنم خدمت شما آقای نیوشا بقوتی عزیز و برنامه خیلی خوبتون، همینطور شاهزاده عزیزم رضا پهلوی. دوست داشتم در همینجا اولا تسلیت هم عرض کنم خدمت ایشون بابت فوت برادر عزیزشون. من شاهزاده رضا پهلوی 26 سالم هستش و تا اینجایی که میدونم زمانی که انقلاب ایران شد من در اون زمان حضور فیزیکی نداشتم، اما مثل خیلی از جوانهای همسن و سالم در ایران اون چیزی رو که خانواده هامون به ما آموختن و اون چیزی رو که دیدیم از گذشته، این که در اون زمان در زمان خانواده شما زندگی می کردیم برای من و خیلی هایی که من می شناسمشون یک آرزو بوده. می خواستم از شما بپرسم، فارغ از این که چه هیچ اهمیتی به نظر من نداره که آینده یک حکومت پادشاهی باشه یا جمهوری، برای اینکه در یک برنامه دیگه هم که افتخار شرکت در همین برنامه فتششون رو داشتم یه دو تا مثال رو آوردم، گفتم در حکومت سوئد یا انگلیس پادشاهی هست ولی دموکراتن، ولی حکومتی هم داریم مثل لیبی که جمهوری بود ولی دیکتاتوری بود. من دوست دارم از شاهزاده رضا پهلوی این سوال رو بکنم که شما چه حرکتی رو در حال حاضر دارید میکنید برای اینکه فرهنگ عموم جامعه ایران رو به سطحی برسونید که اگر انقلابی هم شد شخصی که میاد یک دیکتاتور دیگه ای نشه. به نظر من آقای خمینی رو ما دیکتاتور کردیم، یعنی پدران ما دیکتاتور کردن، همون زمانی که عکسش رو بردن در کره ما و شروع کردن به دست بوسی کردن. ممنونم که میخوام سوالتون رو شنیدم. ببخشید. خواهش میکنم بفرمایید. حرفم میخواستم تموم کنم اینجا. و این امکان هم وجود داره که هر حکومت دیگه‌ای، هر اتفاق دیگه‌ای هم که در کشور ما بیفته، شخصی که میاد اون هم تبدیل به یک دیکتاتور بشه. متشکرم از شما. شما چه حرکتی در این زمینه؟ ممنونم از شما بابک عزیز که تماس گرفتید با ما با 0042-02-21-12-24-54. خب شنیدیم صحبت‌های این شنونده‌مون رو، منتظر جواب شما هستیم.
اولا خیلی ممنون از لطفی که کردید در بیان تحصیلاتتون، خیلی سپاسگزارم. ببینید، من معتقد هستم که در هر نظام سیاسی وقتی تقسیم قوا باشه بین مقننه، مجریه و قضاییه، مهمترین مسئله که میتونه جلوگیری بکنه از هر نوع انحراف از قانون و حکومت قانون یک دادگستری بسیار قوی و مستقل هست. ضمن اینکه مطبوعات آزاد، ضمن اینکه آزادی بیان تا زمانی که بتونه تضمین بشه، که اونم تنها نمیتونه مسئولیت دولت باشه، بلکه فکر کنم شهروندان باید دائما حواسشون جمع باشه که این آزادی بیان طوری باشه که هیچ وقت هیچ نوع سانسوری، هیچ نوع قطع بکنه این امکان رو به وجود نیاد، عواملی هست که ذریب اطمینان بیشتری میده در دموکراتیک بودن هر تشکل سیاسی که به وجود میاد. و این رو ما در عمل دیدیم که در تمام کشورهایی که دست به دموکراسی یافتن این تنها کافی نیست، به طور مثال که فقط یک قانون اساسی خوبی نوشته بشه یا صرفا متکی باشیم به دستگاه‌های حکومتی یا دولتی. جامعه مدنی هر کشوری نقش بسیار مهمی داره در نهادینه کردن دموکراسی و حفظ مرام و دموکراسی. وضعیت پیش نیاد که قدرت به هیچ فرمی متمرکز بشه در یک گروه خاص یا نهایتا در یک فرد خاص. تنها تضمینی هم که میتونیم داشته باشیم برای اینکه در آینده کشورمون چنین اتفاقی نیفته، دستیابی داشتن به این نوع ارگان‌ها و این نوع ساختارهاست. و به نظر من مهمترینش دقیقا همین ساختار به اصطلاح قضایی است. و فکر کنم اگر ما از اصل مشروطیت بیرون نگاه بکنیم، واقعا یکی از چیزهایی که ضعیف بود یا کمبودش بسیار محسوس بود، یک دادگستری مستقل و کاملا قوی بود که میتونست خیلی از بحران‌های سیاسی کشورمون حل کنه، حتی بحران معروف در زمان حکومت محمد مصدق و تمام جریاناتی که هم باهاش آشنا هستیم. چون در اصل من درسی که از اون تاریخ میگیرم این بود که بالاخره یا قانون باید اجرا میشد یا یک کاری قانونی یا غیر قانونی انجام شده بود. اگه یه دادگستری قوی و مستقل داشتیم که میتونست راجع به این مسائل جلوی یک بحران فرض بکنیم قانونی رو بگیره، اصلا این ماجرا و این اتفاقات نمیافتاد. ما چه درسی باید از تاریخ بگیریم که نهادهایی رو در کشورمون تقویت بکنیم و چگونه میتونیم جامعه مدنی خودمون رو خیلی فراتر از ساختارهای حکومتی تقویت بکنیم که این ضمانت رو برای تمام شهروندان کشور در آینده داشته باشیم که هیچ انحرافی از دموکراسی خاص خودمون هرگز دوباره اتفاق نیفته یا بیشترین ذریب اطمینان رو بتونیم به وجود بیاریم. برای میخوام بگم این یک وظیفه جمعی است، یک کاری که همگی باید پیش بریم. حالا در ادامه همین صحبت شما، یکی از شنونده های ما امید برامون ایمیل زده به shesh@radiofarda.com و پرسیده ایشان، یعنی شما، دائما حرف از اتحاد و همبستگی میزنه، آیا خود ایشان تا کنون قدم مثبتی برای ایجاد همبستگی بین گروه های مختلف مخالف حکومت انجام دادند؟ بله، اتفاقا داریم خیلی نزدیک میشیم به زمینه یک همکاری با یه هدف البته مشخص. ببینید، خیلی ساده بهتون بگم، مسلم میدونیم که سر یک مسئله اختلاف سلیقه‌هایی هست. در هر حال ما داریم میگیم که محتوای نظام یک محتوای سکولار باشه به مفهوم جدایی کامل دین از دولت. ما دنبال یک حکومت پارلمانی دموکراتیک هستیم به عنوان بدیلی به نظام مذهبی حاکم کنونی. شکل نهاییش در اختلاف سلیقه هست. خب طبیعتا جمهوری خواهان هستند، مشروطه خواهان هستند، ایده هستند که طرفدار یک نظام بیشتر به شکل فدرال، دیگران به میزان تمرکز یا عدم تمرکز. تمام این بحث هست که مجلس مؤسسان باید بهش بپردازه و نهایتا مردم ایران باید تصمیم بگیرند. آنچه که به نظر من در گفتمانی که شخصا داشتم با انواع اقسام جریانات سیاسی کشورمون، از خانواده‌های مختلف سیاسی، از چپ تا راست، از ملیون تا دیگران، این هست که سر یک مسائل کلیدی یک توافق عمده‌ای هست و میتونه مبنای یک کار مشترک باشه جهت یک هدف مشخص، و آن هم امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران و حاکمیت صندوق رأی. در این راستا با دو امکان ما مواجه هستیم: یا جمهوری اسلامی داوطلبانه از قدرت کنار میکشه و امکان برگزاری انتخابات آزاد به مفهوم تعریف شده است طبق کنوانسیون های بین المللی تن میده یا نمیده.
البته هر کی امروز شرط بنده جمهوری اسلامی رو قطعا این اجازه رو نخواهد داد. برای همینه که ما میگیم باستی در جستجوی آزادی ما برای این رژیم باشیم، چون هرگز این رژیم مگر اینکه معجزه بشه پس فردا صبح آقای خامنه‌ای از خواب بیدار بشه بگه آقا من عقب نشینی میکنم. برای همینه که من میگم از طریق نافرمانی مدنی و بدون از خشونت از این حکومت بگذاریم و بتونیم اون موقع برسیم به اجرای انتخابات آزاد. صندوق رأی حاکم باشه، رأی مردم محترم، نتیجه هم هرچی بود به همگی بهش احترام بگذاریم. اون موقع طرح مشترک خاص یک گروه و یک فلسفه سیاسی خاصی نیست، این منافع کل مملکت رو در نظر میگیره. این یک پروژه ملیست فرامسلکی و فراعقیدتی است. در این راستا من سال هاست که دارم تلاش میکنم، ولی فکر کنم خیلی نزدیک شدیم به مرحله‌ای که بتوانیم بر اساس یک توافق مشترک بتونیم یک جریان وسیع و به اصطلاح پلورالیستی یعنی متکثری داشته باشیم تا بتوانیم بدیلی به این نظام رو به صحنه چه برای مصرف درونی و ملت خودمون و چه در سطح بین‌المللی معرفی بکنیم. خب حالا در ادامه من می‌خواستم از شما بپرسم که در واقع مکانیزمتون چی هست برای انجام این کار و اینکه از چه نیروهای تشکیل خواهد شد این اپوزیسیون مشترک شما میگیم، ولی تلفنمون خیلی زیاد هست، حالا در ادامه برنامه اگر وقت شد یا شنونده ها نپرسیدن وقت خودم این سوال ازت میکنم. تا الان امید حالا از ایران رو بگیریم تا برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. با 0042-02-21-12-24-54 امید تماس گرفته، 6@radiofarda.com هم ایمیل ماست. امید عزیز سلام میکنم به شما. با سلام خدمت شما جناب آقای بوراتی عزیز و سلام عرض می‌کنم خدمت ولیعهد جناب آقای رضا پهلوی و خسته نباشید خدمتتون عرض می‌کنم. سپاس می‌کنم حضورتون جناب آقای بوراتی. بفرمایید. بله بله صدای شما رو داریم میشنویم، بفرمایید. یه سوالی از حضور آقای رضا پهلوی داشتم، این که نظر شخصیشون در مورد رهبران جنبش سبز آقای کروبی و آقای موسوی چی هستش و در مورد اگر که برنامه ایجور بشه چجور با رهبران جنبش سبز مصالحه میکنن و توی خط قرار میدن. متشکرم از شما امید عزیز. ممنونم از شما. متشکرم از امید عزیز که تماس گرفتید و سوالتون رو با ما در میان گذاشتید. یک بار دیگه تکرار میکنم 0042-02-21-12-24-54. خب آقای رضا پهلوی، شنیدیم نظر این شنونده رو، یعنی سوال این شنونده رو. قبلا هم چند بار از شما سوال شده، جوابتون رو بشنویم. صورت مسئله چیست؟ ما داریم میگیم شرایط برگزاری انتخابات آزاد آن چیزیست که به نظر من خواسته دیرینه و نهایی نیروهای آزادیخواه ایران هست که بتونیم از طریق اون بر اساس حاکمیت صندوق رأی خواست مردم رو در اندازه‌گیری بکنیم و در جهت خواست مردم قدم برداریم. حال شرایطی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در طی سالها، قانون اساسی نظام، امکان ناپذیر ساختن هر نوع اصلاحی به جایی ما رو رسونده که بسیاری از نیروهای اصلاح طلب دیروز به این نتیجه رسیدن که دیگر اصلاحات امکان پذیر نیست و باید فراتر از رژیم پیش رفت. بنابراین اگر صورت مسئله رو به این شکل بیان بکنیم، سوال طبیعی این هست که آیا همچنان کسانی هستند که معتقد هستند که به این خواسته تا زمانی که این حکومت و این قانون اساسی پابرجا هست امکان پذیر هست یا خیر؟ اگر نیست باید که پاسخ این سوال رو بدن که پس بنابراین ما هم اگر واقعا خواستار نظر و انتظار مردم ایران هستیم در اون جهت پیش بریم. خب نظر شما چی هست؟ مثلا این شنوندهمون به طور مشخص نظر شما رو در مورد آقای موسوی و کروبی سوال کرد. اگر پاسخ سوال آقایون موسوی و کروبی به این سوال در همون جهتی باشه که بنده اشاره کردم، من با تمام کسانی که در این راه قدم بردارن صمیمانه دست همکاری خواهم داد و دستشون رو خواهم کشید. من خاطرم میاد بعد از انتخابات و در واقع بعد از نارامی‌های بعد از انتخابات شما دستبند سبز به دست کردید. اون دستبند سبز به دست کردنتون به مفهوم حمایت از جنبش سبزی به هر حال بود که در رأسش اگر بخوایم نخواهان رو بگیم رهبر جنبش سبز بودن یا نبودن، نمادشون موسوی و کروبی بود. الان این صحبت که میکنید با اون حرکتی که کردید رو چطور تعریف میکنید؟
به خاطر اینکه فکر میکنم جنبش سبز یک خواسته بسیار عمیقی رو بیان میکنه که در اصل حتی اگه من به مراجعه بکنم به حرفی که خود آقای نکروبی و مستوی زدم که ما مطیع خاص مردم هستیم، این برابری خاصه مردم هست. مثلا اینجا رهبریت یک شخص در یک فرد خاصی که نیست، خیلی فراتر از این هست و عمق مسئله رو درک کنیم که چی از خواسته اصلی جامعه. بازگشت به قانون اساسی بود خواسته آقای کروبی و موسوی، یعنی شما با اون خواسته همراستا در اون لحظه مثلا فکر شاید به طور مقطعی میتونید حرکت بکنید، یا اینکه کلا جنبش سبز رو یک مفهوم عام گرفتید که هدف شاید مثلا به زعم شما براندازی بوده. به نظر من خواسته اصلی اگه هر رأی آزاد دادن باشه به اون مفهوم من برداشتشو میکنم. مسلم بدونید که من نمیتونم با حرکتی که تکلیف بده خودش رو به شرایط محدودی که این حکومت ایجاد کرده در قالب این قانونی که داره، مسلما نمیتونم همسوی فکری داشته باشم. چرا؟ چون آلترناتیوی که من جستجو میکنم یک بدیلی است به یک نظامی که عملا این حق آزادی بیان رو از مردم ایران گرفته، به رأی عموم احترام نمیذاره، اصلا نظامی است که قانون اساسیش ابتدا به ساکن تبعیض ایجاد میکنه و در مقابل آنچه رو که به نفع کشور خودم میبینم نظامی است که درش واقعا یک دموکراسی پارلمانی واقعی شکل بگیره، یک نظام سکولار که جدایی دین از دولت رو بتونه تضمین بکنه و در آن واحد مذهب سر جای خودش هست. بخوام در اینجا تاکید بکنم برای کسانی که این عنگ رو میزنن که کسانی که طرفدار سکولاریسم هستن ضدیت با مذهب دارن، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیست. اتفاقا من معتقد هستم که تنها از طریق یک راهکار سکولار هستش که حرمت مذهب خیلی بیشتر رعایت میشه و تمام لطمه که به خود مذهب خورده به خاطر حکومت که به نام مذهب این همه جنایت باعث شده به نفع خود روحانیت و تشیع هم نیز هست. من اینو گفته باشم. بنابراین از این لحاظ هستش که فکر میکنم امروز سوال اصلی که هر ایرانی از خودش باید بپرسه هستش که آیا من به آینده بهتر، وضع زندگی بهتر، اقتصاد بیشتر، مساوات کامل، برابری کامل و اجرا بر هیچ نوع تبعیضی در قالب این حکومت و این قانون اساسی خواهم رسید، نه در بدیلی که افرادی مثل رضا پهلوی امروز طرح میکنند و پیشنهاد میکنند. انتخاب با مردم است. من به هیچ راهکاری رو نه تحمیل میکنم، در صورت که این راهکار رو پیشنهاد میکنم، رأی مردم هست، انتخاب با اونها. در حال دو راه بیشتر نیست، یا ادامه همین حکومت یا شما پیشنهاد میکنیم. متشکرم از شما که همراه ما هستی در برنامه ساعت ششم با شماره 00420221122454. همین الان میتونید تماس بگیرید و سوالهای خودتون رو با برنامه و با آقای رضا پهلوی میهمان امروز ما مطرح بکنید. آرش از آلمان روی خط ارتباطی ما هستش. سلام میکنم به شما آرش عزیز. آرش هم شده من میشنوید. سلام بخیر. سلام خدمت رضا پهلوی. متشکرم از شما. من سوالم خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم یا خدمت آقای پهلوی. سوال من دو تا سوال هستش، در مورد گذشته و یکی در مورد حال. بفرمایید. من می‌خواستم از جناب پهلوی بپرسم که آیا پدر مرحوم ایشون در سال 57 از فجایعی که ساواک پیش می‌آورد در مورد مردم آیا واقعا بی اطلاع بودن به عنوان شاهی مملکت؟ تا اونجایی که من بچه بودم یادم توی مدرسه مدیر مدرسه ما همیشه میگفتش که شاه ایران پدر مردم ایرانه. آیا واقعا پدر مردم ایران از ظلمهایی که سواک در حق مردم میکرد، شکنجه ها، کشتار، خود من اون زمان 3 بار دستگیر شدم، نه به عنوان یه فعال، من 13 سالم بیشتر نبود، برای توی درگیری ها به ساعت اتفاق من 3 بار توی ریوهای حکومت نظامی سوار شدم و هیچ موقع اولین کشیده ای که من خوردم از یک سروان ژاندارمری هیچ موقع تو زندگی من یادم نمیده. خب برای من این هستش که آیا واقعا این تحریم هایی که آمریکا یا کشورهای اروپایی نسبت ایجاد میکنن آیا رضا پهلوی به عنوان یک مبارز فکر میکنن که این تحریم ها برخلاف این که آقای اوباما یا آقای علیه رو دعا میکنم ما با جمهوری اسلامی مشکل داریم نه با مردم ایران، این تحریم ها فقط مردم ایران رو نشونه رفته و شرایط زندگی و معیشت مردم رو روز به روز داره سخت‌تر میکنه. از شما آرش عزیز از آلمان همراه ما بودید، ممنونم از سوالهایی که مطرح کردید.
بدون توضیح بیشتر آقای رضا پهلوی سوال اول رو شنیدیم، اگر میشه جواب این شنونده ما رو بفرمایید. خب البته من که نمیتونم از طرف پدرم جواب بدم و ایشون هم در حیات نیستم که بتونم پاسخ این سوال رو بدم. اگر منظور این هستش که آیا من هر دو نقض حقوق بشری چه در زمان حال چه در زمان گذشته محکوم میکنم، مسلم محکوم میکنم و این رو به شکل سیاسی بارها بارها نقد خودم رو آوردم. آخرینش هم تو کتاب زمان انتخاب هستش که دوستان رو مراجعه میدم به مطالبی که در اون کتاب اومده. این یک. دوم این که ببینید شما دارین سوال میکنین راجع به تحریم. من شخصا بارها و بارها در سطح بین المللی هر جا که فرصت داشتم یادآور شدم به دولت‌هایی که سیاست تحریم اقتصادی رو به عنوان یک اهرم فشار بر جمهوری اسلامی پیگیری کردن، بارها بارها متذکر شدم که تحریم‌های هوشمندانه رو به کار می‌بریم که نظام جمهوری اسلامی رو در به اصطلاح سیب بگیره و لطمه حداقل به مردم ایران برسه. متاسفانه بسیاری از تحریم های کتاب آل شده درست هستش که وضع رژیم رو بسیار وخیم تر کرده، اما ضررش هم به مردم ایران خورده. خیلی تحریم های از هوشمندانه تری هست که دنیا میتونست استفاده کنه، که میتونه بیشتر از این انجام بده، که مستقیما رهبری این حکومت رو و تمام نهادهای حافظش رو میتونه مستقیما در نظر بگیره و ضرر اقتصادی و عواقب خیلی کمتری برای جامعه ایران داشته باشه. ولی حالا که مسئله تحریم مطرح شد، دوستان من یه قدم میخوام پیشتر برم. ببینید اگر ما نتوانیم امروز یک بدیلی رو در مقابل این نظام به عنوان یک آلترناتیو که دنیا یک راست از دیپلماسی شکست خورده سکت تهاجم نظامی به ایران نیفته، در جایی که من همیشه گفتم راه سومی هست و اون هم حمایت از مردم ایران هست که بهترین کسانی هستن که میتونن عاقبت ایران رو در جهتی ببرن که اصلا دنیا نگران فرض بفرمایید خطر اتمی ایران نباشه تحت لوای این حکومت و یک نظام دموکراتیکی که به هیچ عنوان دنبال این مسئله نخواهد بود، بهترین تضمینی است که همه میتونن داشته باشن. بیایید و یک اهرم فشار درونی بر نظام رو که همانا پشتیبانی از مردم ایران و آزادی خواه ایران باشه در سیاستتون به کار ببرید و فقط اکتفا به تحریم و سیاست تحریم اقتصادی از برون نباشید. اما دوستان واقعیت این هست که تا زمانی که نیروهای آزادی خواه حاضر نباشن با هم در یک پروژه مشترک ملی با یک دید فرامسلکی و به نفع همگان بدون در نظر گرفتن خواستهای حزبی عقیدتی خودشون اولویت رو در نظر بگیریم، هرگز نمیتوانیم از جهانیان متوقع بشیم که دلشون به حال ما بسوزه و دنبال منافع خودشون نباشن. ما تنها میتونیم رو خودمون حساب بکنیم در جستجوی حقوقمون، اما میتونیم از دنیا بخوایم که تکلیف خودشون رو نسبت به اینکه مردم ایران این وسط چی میشن در اون موقع ادعا بکنیم. برای همین هست که بیشتر هم و کوشش هم این هست که قبل از تشکیل ما بتوانیم راهکاری رو اتخاذ بکنیم که بیشترین کمک رو بکنه به مردم ایران و اون موقع وارد مذاکرات جدی با جهان بشیم که تمام سیاست‌هاشون رو طوری تنظیم بکنن که هم به نفع مردم ایران تمام بشه، هم نهایتاً به نفع خودشون و تنها به ضرر خود این نظام. خب متشکرم از شما توضیحات که دادید و جواب این سوال شنونده‌مون. سوالا خیلی زیاد هستش که میدان پشت سرم میاد، متاسفانه وقت ما در اون اندازه نیستش که بتونیم همه ایمیل ها و تماس ها رو بگیریم. فکر میکنم شنونده بعدیمون از ایران هست، بازم مسعود سلام میکنم به شما با 0042-021-12-24-54 تماس گرفتید. مسعود عزیز، مسعود جان صدای من میشنوید؟ دوستان مسعود رو داریم روی خط قطع شده. بسیار خوب، شنونده بعدی که روی خط داریم از نزدیکی ایران هست، آقای حسینی از امارات متحده عربی. سلام میکنم به شما. خب این تلفن هم متاسفانه از دست دادیم. شنونده دیگری که روی خط هست نازی از نروژ هست. خانم نازی سلام میکنم به شما. درود بر شما، مرسی. درود دارم خدمت شاهزاده رضا پهلوی عزیزم و رادیو فردا و با سپاس از رادیو فردا و برنامه شما برای دعوت از شاهزاده عزیز. سوال من این هست، مشکلات مردم طبق جوی که در ایران شاید هستیم، مشکلات مردم ما بیشتر از اینکه سیاسی باشه مشکل اقتصادی هم هستش. میخواستم ببینم چرا شاهزاده عزیز شما به عنوان یکی از رهبران اپوزیسیون روی این موضوع تاکید
میکنید و در نوشته ها و سخنرانی هاتون بیشتر به آزادی های سیاسی و حقوق بشری میپردازید. مرسی از شما. ببخشید من یه سوالی ازتون بپرسم، منظورتون تاکید چی هستش؟ یعنی باید چی کار بکنن که الان نمیکنن؟ خب الان چی میگم که نوشته و سخنرانی هایی که میکنن بیشتر خودشون آزادی های سیاسی و حقوق بشری میپردازن. در این رابطه، در رابطه با چیزای اقتصادی هم، مشکلات اقتصادی که خیلی زیاد هست توی ایران، فکر میکنم خیلی خوب بود که مشکلات اینجوری هم مد نظر داشتن و متشکرم از شما. متشکرم از شما نازی عزیز، ممنونم که تماس گرفتید با ما. خب آقای شاهزاده رضا پهلوی، چرا این کار نمی‌کنید؟ چرا تاکید نمی‌کنید به من؟ اتفاقا جالبه که ایشون سوال کردنشون، دقیقا من دارم رو متنی الان کار میکنم. البته میدونید که بررسی مسئله اقتصادی مملکت بسیار چیز مفصلی است، ولی اتفاقا حالا یا ایشون منو خوندن یا تلپاتی داریم، ولی به هر حال اتفاقا یک نکته هستش که به زودی راجب اون اظهار نظر شخصی خواهم کرد و دوستان رو دعوت میکنم که یا به بلاگ من مراجعه بکنم یا به تارنما در ارتباط با مسئله اقتصادی. اما کاملا درسته، مسلما ما مشکل وخیم اقتصادی داریم. ببینید کار به جای رسیده که مردم باید برن از یک کشور دیگر رو الان خریداری بکنن در همسایگی، چون اصلا ریال ما که دیگه ارزشش رو به کلی از دست داده. مشکلات یکی دوتا هم نیست. خب پس در بلاگتون در حل مسئله همون هستش که ما بتونیم یک حکومت مسئول شفاف، یک حکومت قانون رو در بهله اول و یک اطمینان و یک امنیتی رو برقرار بکنه که واقعا اقتصاد منطقه دوباره در بیاد از این حالت افتضاحی که الان هستیم نجات پیدا بکنیم. در حال نهایتا همه چیز به یک مسئله کلیدی بستگی خواهد داشت. بله ببینیم، کلی از سوالایی که اومده، میخوام دور برگردم سر مسائل سیاسی و از اقتصادی یکم دور بشیم. کلی از سوالایی که اومده در مورد این هستش که شما وقت نمیکنم سرک سرک بخونم، من مجبورم جمع ببندم. در مورد این هستش که شما چه اقدامی انجام دادید در جهت همبستگی با بقیه نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج ایران؟ مثلا پرسیدن چرا به افراد مشخص اپوزیسیون شما نامه سرگشاده نمی نویسین، مثلا اینو منصور پرسیده، یا فریدون از ما پرسیده که با چه گروهایی تا چه حدی حاضر هستین که شما ائتلاف بکنین. میشه در مورد این قضیه توضیح بدین؟ ببینید دوستان عزیز، من سبک کارم اولا بر مبنای خرد جمعی، بر مبنای کنسانسوس هستش و بر مبنای توافق بر اساس طرحهای مشترک. به همون گونه ای که فرض بفرمایید من پیشنهاد شکایتنامه‌ای که بر علیه علی خامنه ای در یک تارنما و اصولا در فضای مجازی گذاشتم که واقعا همگی شما در حد توان و امکان از ابتدا در کار شریک باشید و احساس مشارکت و مالکیت بکنید، در همین راستا هم میخواهم نحوه رسیدن به یک تشکلی رو تا اونجا که ممکن هست در شفاف‌ترین راه ممکن و با دخالت و نظر پردازی دوستان انجام بدم. نیازی دیگر به نامه نگاری به اصطلاح بازو سرگشاده نیست، چون این کار خیلی فراتر از افراد هست. البته نمیگویم که افرادی هستن که در جامعه ما نفوذ دارن یا شاخصیت دارن، اون به جای خود محفوظ. اما این پروژه ملی است و وقتی میگیم یه پروژه ملی، باید واقعا جنبه تکثرش، جنبه مشارکت همگان رو جلب بکنه. این مسئله حزب در مقابل حزب دیگه نیست یا یه ایدئولوژی در مقابل ایدئولوژی دیگه. فکر می‌کنم این دایره فعالیت بذاتش مسئله رو طوری تعیین می‌کنیم که اگر بر مبنای یک خواست مشترک توافق باشه، نهایتاً پشت سرش تشکل‌هایی می‌تونه به وجود بیاد که در اون راستا بتونن نزدیک‌تر با هم هماهنگ باشن. و من دقیقاً در همین راستاست که امروز با تمام فعالان سیاسی در ارتباط هستم برای رسیدن به چنین وضعیتی. فکر می‌کنم این دایره‌ای که شما ازش صحبت می‌کنید ولی دایره‌ای باشه که خارج از ایران شکل می‌گیره بیش از همه. درسته که شما میگین با داخل ایران با افرادی در تماس هستید، ولی فکر می‌کنید که چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه وقتی که نیروهای خارج از ایران بخوان با هم متحد بشن؟ تا اونجایی که دیدیم تاریخ ثابت کرده که اپوزیسیون خارج از ایران اونقدری بدون داشتن بازوهای داخلی نمی‌تونه تاثیرگذار باشه. شما چقدر امیدوار هستید به اینکه بتونید تاثیرگذار باشید؟ اول به خاطر اینکه در گفتمانی که با دوستانمون که در داخل ایران هستن و اصولا شرطی که من با تمام کسانی که خارج از مملکت گذاشتن در اینکه در چه کاری رو من حاضرم که وقت و انرژی و اسم خودم رو بسیار در اختیار بگذارم، در اولین مبنا این هستش که هیچ چیزی بدون تایید، پشتیبانی و حمایت از درون هیچ معنایی در خارج نخواهد داشت و هیچ اعتبار و یا مشروعیتی نخواهد داشت. این یک. دو،
همگی ما خوب میدانیم که فضا و جوی که امروز در ایران هست غیر ممکن میسازه پدیدار شدن هیچ نوع تشکل رسمی که مستقیما با خود این نظام بخواد درگیر بشه. سه، خیلی ها میتونیم حد بزنیم که بسیاری از افراد شاخص داخل ایران در شرایطی نیستن که حتی اگه میخواستن این رو بیان بکنن این ریسک رو بگیرن که حمایت خودشون رو از چنین شورایی برفرض نشون بدن که آنن تبدیل میشه به حکم اعدام. بنابراین ما تمام تلاشمون این هست که با خواست درون و در جهت خواسته اونها تشکلی رو به وجود بیاریم که اگر اکنون نشود در آن حال حاضر در داخل ایران ایجاد کرد دست کم برای شروع کار در خارج از ایران وسیله رو فراهم بکنه که بر اساس یک مرکزیتی تمام ایده های اصلی در اونجا مطرح بشه، یک تقسیم کاری اساسی بشه و تمام ابزارهای حمایتی در جهت تمام اقدامات که در داخل ایران باید انجام بشه بتونیم با دوستانی که در داخل فعال هستند هماهنگ بکنیم. خب اگر دنبالش هستیم و امیدوار هستم که تا اونجا که من در اطلاع دارم در آینده بسیار نزدیکی میتونیم در انتظار یک نوع اعلام موجودیت یک برنامه باشیم. اگر موافق هستید تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه وقت هستش، فقط یک شنونده رو کوتاه بشنویم و بعد جمع‌بندی شما و پاسختون به شنونده. محمد رضا از ایران روی خط ارتباطی آخرین شنونده‌ای که تو این برنامه وقت داریم بگیریم. محمد رضا سلام علیکم، با سلام خدمت شما و آقای پهلوی. بفرمایید. من یه سوال داشتم خدمت شما که این سوال می‌خواستم اجازه مطرح کنم. بفرمایید. می‌خواستم ببینم این حکومتی که بعد از این حکومت به وجود میاد، مثلا حکومتی که به اقلیت‌ها مانند اسلام و این حکومت های به این مذهب های دیگه هم احترام گذاشته میشه، فقط حکومت مردمی و دموکراسی تنها هست؟ خب فهم کنم متشکرم از شما محمد عزیز، فهم کنم که حالا به هر حال حکومتی اگر دموکراتیک باشه قاعدتا احترام میگذاره. آقای رضا پهلوی در پایان اگر شما به این شنونده همون صحبت دارید و جمع‌بندیتون رو در 3 دقیقه اگر بفرمایید. یکی از مبانی کلیدی و خواستای مشترک تمام جریانات دموکراتیک ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام مخرجات و مفادش هست. در اونجا کاملا مشخص بیان شده که حقوق بشر جزوش آزادی دین و آزادی هر نوع به اصطلاح مسئله از این قبیل هست. من اعتقاد دارم شخصا، البته نظر شخص من هست، امیدوار هستم که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصلا مواد پایه‌گذار قانون اساسی آینده کشور ما باشه که مسئله واقعا نهادینه بشه در قانون اساسی کشورمون که هیچ مذهبی رسمیت نداره، آزادی دین داشته باشیم تمام ادیان، اما مسئله جدای دین از دولت به نظر من یکی از مسائل کلیدی هست در داشتن این نظام دموکراتیک. به همین دلیل هست که یکی از دلایل کلیدی مخالفت هم با نظام جمهوری اسلامی به خاطر گذشته از ماهیت غیر دموکراتیکش مسئله حکومت مذهب هست. باز میگم مشکل ما با هیچ مذهبی نیست، حتی کسانی که ممکنه دارای مذهب نباشن، این جزء حقوق بشری است که شما آزادی عقیده خودتون رو داشته باشین. بنابراین مسئله کلیدی ما این هستش که این قانون باش قانون تضمین کننده تمام این حقوق باشه، حالا چه اقوام چه ادیان و هر شهروندی به طور کلی. خب این هم میتونیم در اعلامیه جهانی حقوق بشر جستجو کنیم که من 100% بهش پابند هستم و مدافعش، امیدوار هستم که در قانون اساسی آینده ایران گنجونده بشه. البته این تقسیم نمایندگان منتخب مردم خواهد بود در مجلس مجلسان آینده در نگارش قانون اساسی اون کشور و محتوای نظام باید این نکات بپردازن و تصمیم بگیرن. متشکرم از شما. در پایان اگر که نکته دیگه ای هستش که بخواین اضافه بکنید، یه چند ثانیه یک دقیقه ای وقت داریم، شنوندتون هستیم. خیلی ممنون. من فقط امیدوار هستم که تمام نیروهای مبارز برای آزادی، تمام کسانی که در داخل ایران با تمام سختی ها با تمام خطرها جون خودشون رو ریسک میکنن، فقط میخواستم بگم دمتون گرم، من با شما هستم، پشت سر شما هستم. باور داشته باشیم که وقتی که یک ملتی اقدام بکنه و ایمان به خودش بیاره هیچ نیروی نیست که بتونه جلودارش باشه و من این رو میدونم در قلب تک تک ایرانیانی که از یک دید وطن پرستی برای آزادی کشورشون برای حق یکدیگر حاضر هستن جانشون رو بدهن 100% ما موفق خواهیم بود. و امیدوار هستم که هر چه زودتر ما بتوانیم در وهله اول فشار لازم رو به این نظام بیاریم که از همه چیز زودتر زندانیان سیاسیمون آزاد بشن،
فضای سیاسی بازتر بشه و برسیم به اون مرحله که به اون خواست دیرینه ملت که دهه هاست که دنبال آزادی و حاکمیت خودشون هستن بالاخره در کشورمون برسیم که ایران در جهت مثبتی بتونه پیش بده. متشکرم از شما. ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای رضا پهلوی، فرزند ارشد آخرین شاه ایران. تشکر میکنم که همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم. متشکرم از جان خاکسا تهیه کننده این برنامه.